الو الو آقا رسول، تو یه نایت جون قربون صفات برم. اتفاقی افتاده که گفته بودی فورا تلفن بزنم؟ نه عنایت جون، دل واپس نباش، از قضا خبر خوشی واسط دارم. به امید خدا ما پس فردا راهی خونه خدا میشیم. به سلامتی ایشالله، به سلامتی. خب ببینم خوش غیرت، حالا به ما خبر میدی؟ حالا هم سلام لور بی تمنیست، میخوام یه امونتی دستت بسپرم، یه امونتی که به این جونم بسته است، کسی که از جفت چشام واسم عزیزتره. آره دخترم میمنت فردا میاد تهرون که کنکور بده واسه دانشگاه. آره بابا بزرگ شده، اما هنوزم این بچگیاش تا اسم تو به گوشش میخوره سوق زده میشه. میدونم که تو بهتر از خود من ازش مراقبت میکنی، اما تا وقتی که به امید خدا پدر نشی نمیفهمی چی میگم. بر با خاک مادرش خستم، اگه عشق خونه خدا به سرم نبود یه لحظه ازش دور نمیشدم. اما چه کنم که واجب الحجم، مجبورم مشرف بشم. دلخوشیم فقط اینه که تو عین خود من در حقش پدری میکنی. میسپرمش به تو، تو رم به خدا میسپرم.
دنبال کار خود خوب بود. اما عنایت عمو جون سلام. حالتون چطوری؟ تو میمنتی؟ آره عمو جون. چه میدونم عمو جون، بابات میگفت که بزرگ شدی. اما دیگه فکر نمی کردم که اینقدر شده باشی. حالا تو راست راستی میمنتی؟ آره والا. نه میمنت نیستی، حالا دیگه میمنت خانومی هزار باشم. واسه خودت خانومی شدی. را بیاد بریم عمو. رسیدی. بودو عمو، بودو بریم تو. خیلی خوش اومدی آج خانوم. مادر مونه دلم، من اینجا یا وسط میمون رسیدی. سلام خانوم بزرگ. سلام به روی ماهت، خوش اومدی. دلم برای یه ذری پرگامت رو چشم سلام عرض کردم. سلام مادر، با منم دست بدید. وقتی میگم بشر قابل ترقیه میگی نه؟ نگاش کن این قدر بچه بودا. هزار ماشاءالله. حالا این چه قدر بوله داره. خیلی خوشگل تو دل بروش. چشتون خوشگل میبینه. خوربونت برم الهی. ماشاءالله. خب حالا چرا اینجا وایسادین؟ مادر ببرش تو، ازش پذیرایی کن. ما بریم یه کاری داریم انجام بدیم و برگردیم. هادی بیا بریم زود باش. بریم تو مادر. آرشگاه فریده. بفرمایید. بله فریده خودمم. چه فرمایش دارین؟ نه خانم امروز دیگه دیر وقته. آرشگاه تعطیل شده. فردا تشریف بیارید. بله بله خدافظ. فریده جان. بابا جان، بابا جان، مگه اینجا جای این کاراست؟ آشناس خانم، آشناس. هیچ معلومه کجایی؟ از شب دعوا تا حالا پیدات نشده. خیالت راحت باشد، همچین میخوام محکم کویدم که آمیرزا دیگه جرعت نمی کند. خانم من عروسی دارم، یه خورده به جان اومدم. خانم چهارشنبه، چهارشنبه روز خوشبختیه. چهارشنبه بلیت بخرید. چهارشنبه، چهارشنبه روز خوشبختیه. چهارشنبه، چهارشنبه روز خوشبختیه. عملی عملی عملی. چهارشنبه با باشا دعوت. چهارشنبه روز خوشبختیه. چهارشنبه عملی با شما باشا باشا عمل. چهارشنبه باشا. سلام خالد، چه درست ای سیدا بیت پر تو نمایشگاه سرگوش آب بده ببین عنایت الله خان اونجا زیاده. واسه چی؟ واسه این که اگر ببینه ما این وقت روز میایم سر کار، پیش روی همه سکه یه پول ما میگنه. خب به من چی میرسه؟ پسر اینقدر پولکی نباش تو. بیمایه فطیر جور شما. برو بابا. سب کن بگنم. چاشنبه، چاشنبه روز خوشبختی. بیا برو یه تومن میشه. دو چومن باشه سگ خورده. برو دیگه برو برو. اول تو ندارم، بعدم بشید میگیم. بعد خب منم بعدم میرم. چاشنبه سب کن، سب کن. بیا اینم دو تومن، این یه تومن، اینم یه تومن، میشه دو تومن. برو دیگه. خب تو برو، خیالت راحت راحت. چه تومن یه؟ این آیت الله خان امروز نیومده، رفته دانشگاه کنکور بده. سلام عمو. سلام، امتحانات چی شد؟ خوب شد، راضی بودم. اگه اشکالی نداره این دوستم هم با ما بیاد که سره رو برسونیمش خونه شون. چه اشکالی داره؟ بفرمی بالا، مات بازه. بفرمی بالا، ماشین خودتونه، لهم بدیم اون تا. مریم مثل من از آبادان اومده اینجا کنکور بدیم. از آشنایتون خوشبختم. قربون محبتتون. امیدوارم به خدا که همتون تو امتحانات قبول بشین، شوهر کنین، بچه دار بشین، خوشبخت بشین، خلاصه بیارین سر خونه زندگیتون. خب شوهر آقا، این جوانای امروزی که همشون فکر رقص و موزیک و قرافر خودشونن، شوهر باید شوهر باشه. من که اگه روزی روزگاری بخوام شوهر کنم، با مردی عروسی میکنم جا افتاده و متشخص که قدرمو بدونه. مثل شما. ای بابا، دیگه مردای جا افتادم زیر بار مسئولیت زن و زندگی نمیرن. ببخشینا، توقع شما دختر مختر و بالاست، ولی هنوزم هستم مردایی که آرزو دارن عائله تشکیل بدن و تا دم مرگ واسه زن و بچه هاشون فداکاری بکنن. از چرا خود شما تا حالا عروسی نکردی؟ آخه من سن و سالی ازم گذشته. کی اینو گفته؟ این چیزا رو ما دخترها باید تشخیص بدیم. لطفا این بغل نگه داریم پیاده شم.
شما تازه اول چلچلیتونه. واسه نخون ایشالا به وقتش واسه تون شوهرم پیدا میشه. بکشو نکن. خیلی ممنون، خدا حافظ. به سلامم. از گره زدن سبز قفلت نکن پدر جان. اگه عمود خواسته هم بگیره ها، آدرس خونه ما رو بهش بده. چرا؟ سیب سرخ واسه دست چلا خوبه. از عمو جون یه دقیقه صبر کن تا ببینم اگه کار چیزی هست فوری انجام بدم و بریم. باشه باشه، شما به کارتون برسید. زیاد طول نمیکشه. میگم خودتون میدونین که چی جواهری هستیم. دیگه چوب کاری نکنم. نه راست راستی میگم، من شما رو خیلی دوست دارم. قربونت برم عمو جون. خب بگی بشین، خسته نشین. پس من میرم به کارم. میتونم ازتون یه خواهشی بکنم؟ خواهش چی؟ امر کن عمو جون. بعد از این نه من به شما میگم عمو، نه شما به من بگی. واسه چی؟ آخه من دیگه بزرگ شدم. بار منکرش لعنه. خیلی خوب، هر طور که میلته. خلاصه ما پیش میمنت خانم یه عالم ازت تعریف کردیم. خیلی ممنون. به پا عروسی تعریفی نشی. استغفر الله، این فرمایش ها چیت میفرمایی؟ علل خصوص که حالا میخوایم یه هفتش ده عروسی نمایشگاه رو به امید تو ول کنیم و کجا؟ به سلامتی. والا این میمنت خانم یه ماه آزگاره که شب و روز درس خونده. از روزی هم که اومده تهرون تا حالا هیچ جا را ندیده. میخوایم یه چند وقت ببریم بگردونیمش، بلکه خستگی از تنش بیرون بره. خلاصه دیگه سفارش نمیکنم. لازم به سفارش نیست عنایت الله خان، خیالتون تخت تخت نباشه. بیبینیم و تعریف کنیم. ما رفتیم. خیر پیش، به سلامت، خوش آمدین قدم به روی تش.
گندم های تشنه بارون بهار رو میخواد. ای تو مرگ من یقینه تب انتظار رو میخواد. توی چشم عاشق من توی پیدا توی پیدا توی خونه دل من توی تنها. بفرمایید میمنت خانم. تو رو خدا اینقدر نگین میمنت خانم. پس بفرمایید چی بگم؟ اگه روتون نمیشه بگین عزیزم، فقط بگین میمنت، میمنت تنها. باشه، خلاصه بهت بگم اگه بهت بد گذشت به خوبی خودت ببر. اختیار داریم، از قضا خیلی هم خوش گذشت. مگه میشه که آدم با شما باشه و بهش بد بگذره؟ قرون صفا و یه رنگی. راستی خانم بزرگ، پس کی میخوای واسه عنایت الله خان دستی بالا کنی؟ والا چی بگم میمنت جون، تا حالا خورند موهای سرم بهش دختر نشو خونواده دارتر، اما بی انصاف هنوز هیچ کدومشون رو نپسندیده. چطور نپسندیده؟ تازگی کسی رو بهش نشون دادی؟ آره همین دو ماه پیش. نه منظورم تو این 10-15 روزه است. یعنی از روزی که تو اومدی؟ بله. آخه تو این 2 هفته کسی رو ندیدم که بهش نشون بدم. چطور کسی رو ندیدین خانم بزرگ؟ ایوا راست گفتی، چه کسی بهتر از تو؟ نه من منظورم به خودم نبود. اونو که خودم میدونم، ولی البته شما جای مادر منی. مطمئن باشین هر تصمیمی که بگیرین من رو حرفتون حرف نمیزنم. مادر عنایت، تو حالا میمنتو با نگاهی خریداری کردی؟ چطور مگه؟ این دفعه که اومد خوب فراندازش کن تا بعد واسات بگم. آره اینم آب خورد. دست درد نکنه. شبتون بخیر. مگه شام نمیخوری؟ مرسی من گرسنه نیستم، میخوام برم استراحت کنم. چی میگی شامتو بخور دختر؟ اگه خدا نکرده لاغر بشی فردا جواب بابتو چی بدم؟ بی میشم بخور. خدا سیر سیرم. این چرا همچی میکنه؟ خب دیگه دختر پاک قضا افتاده. پس کردی؟ حالا منظور اگه بگی تن و بدنش اندازه یه سر سوزن نقص داره نداره ننه، امروز تو حموم همه جاشو دیدم. میخوام اگه خب که چی؟ میخوام اگه صلاح بدونی وقتی آقا رسول به سلامتی از مکه برگشت برم وسط خواستگاریش کنم. تو چی داری میگی؟ همین که گفتم، من از این دختره خوشم اومده. آقا که خدا بیامرز آقام راست میگفت که عقلت پارسنگ برمیداره. زن مگه عقلتو از دست دادی؟ نکنه دیوونه شدی؟ ایوا واسه چی؟ واسه این که اون جای دختر منه، واسه این که من سن و سال باباشو دارم. ولی مادر جون، مرد هرچی با دختر جوان عروسی کنه روز به روز جوان تر میشه. خیلی دلش بخواد، تو تازه اول چلچلیته. گذاش اون دور و زمونه قدیم، مگه حالا دخترها زیر بار این حرفا میره؟ والا میمنت که این چشمش از اون چشمش راضی تره. ما این تخم لقا تو دهن میمنتم شکستی؟ من نشکستم، خودش شکست. بچه هست مادر، اگرم چیزی گفته رو بچگی گفته. اون توی حال و هوای دیگه هست. تو که سن و سالی ازت گذشته چرا باید عقل تو بدی دست اون؟ ایوا مگه همش میمنت چند سال از تو کوچیکتره؟ ها قده یه عمر. مادر اینه کپک سرتو زیر برف نکن، من اگه به وقتش عروسی کرده بودم حالا باید اونو واسه پسرم خواستگاریش کنم. دوم از اون دختر دیپلومه از فردا میخواد واسه خودش دکتر بشه، قابله بشه. از همه اینا گذشته میمنت پیش ما امونت. مادر ایوا مگه میخوای کار خلاف شرع بکنی که خیانت باشه؟ سلام.
هرچی میگم نره باز میگه بدوش. ما در این پنبر از گوش در بیار. نه ما با میمنت عروسی میکنیم، نه دیگه خوش داریم که تو حرفشو بزنی. حالی چود؟ یوخ حالا کجا میری؟ پیش شامتو بخور. دیگه اشتها ندارم، گندشه دره برده زن گنده. الهی برزایید. سلام علیکم. سلام از بنده. مبارکا باشه. سای شما کم نشه چی؟ باز چی مبارکا باشه؟ خول بود جعفر. بله قربان. سلام علیکم. سلام علیکم. بپر برو. تبریک عرض میکنم قربان. ما به همچنین 100 سال به این سالا. پسر هنوز کوتاه. واسه عید که عرض نمیکنم قربان. واسه چی عرض میکنی؟ تبریک عرض میکنم. تو واسه چی عرض میکنی؟ واسه همون که ما عرض کردیم. به خیالتون ما خبر نداریم قربان. از چی؟ هادی خان شیرنیش هم بهمون داد خوردین. هادی سلام علیکم. از طرف خودم و همگارانم تبریک عرض میگم. بفرمایید دهن دانه شیرین کنین که شیرین کام بشوید. خواهش میگرم. تقدیم. واسه چی؟ واسه نامزدیتون دیگه. چی گفته ما نامزد شدی؟ خود نامزدی دان. نامزدم کیه؟ چرا پرت و پلا میگی؟ خودشان گفتن عنایت الله خان. چرا به ما میتوپین؟ خودش کجاست؟ دفتر است. چی تو خاشا میگنه؟ سلام عزیزم. دفترت یه خورده نامرتب بود، اومدم مرتبش کردم. میپسندی؟ چرا اینجوری میکنی؟ این چه سر و وضعیه که واسه خودت درست کردی؟ مگه تو دیشب نگفتی که من هنوز بچم؟ حالا چی؟ به نظرت هنوزم بچم؟ واسه چی اون دروغ دولا رو سرهم کردی؟ کدوم دروغ دولا رو؟ همین که با هم نامزد شدیم. نگفتم نامزد شدیم، گفتم میخواییم بشیم. فرقش چیه؟ مگه اشکال تو فقط این نبود که من هنوز بچم؟ خوب نگام کن، ببین حالا یه زن کامل نشدم. با اینا، با این رنگ روغنا. پس فکر کردی زنای دیگه با چی خودشونو میسازن؟ با همینا دیگه. رابیو کجا عزیزم؟ اینقدرم عزیزم نکن رابیو که چشم نمیاد. اگه 12 سال مدرسه نرفته بودی، اگه تحصیل کرده نبودی، دلم نمیسوخت. میگفتم بی سواده، نادونه، فرق میونه خوب و بد رو نمیدونه. اما تو که به سلامتی فرد میخوای واسه خود دکتر بشی، چرا باید این کارا رو بکنی عمو جون؟ اگه یادت باشه یه دفعه ازت خواهش کردم که دیگه به من نگی عمو. اگه یادت باشه ما هم گفتیم چشم، ولی بعدن رأیمون عوض شد. خیال دارم از این به بعدم دم به ساعت عمو جون به نافت ببندم. که چی بشی؟ که یادت نره عموتیم. ولی من دوست دارم نامزدم باشی نه عمو. ما هم خوش داریم که عموت باشیم نه نامزدت. آخه من تو رو دوست دارم، دوست دارم. چرا نمیخوای بفهمی؟ عاشقتم. تو هنوز بچه ای عمو جان. بهت قول میدم چند سال دیگه که بزرگ شدی خودت به این عشق بچگونه بخندی. ولی من نه بچم نه عشقم بچگونه است. میدونم عمو جون. هیچ دیوونه ای نمیگه من دیوونم، هیچ ماسمندی هم نمیگه ماست من ترشه. بفرما. یادش بود پس تو منو دوست نداری؟ چی گفته دوست نداری؟ عمو پیدا کن که بردرزادش دوست نداشته باشه تا من دویامیش باشم. اینجور دوست داشتن ارزونی خودت. من بهت ثابت میکنم که نه خودم بچم نه عشقم بچه گونه است. حالا میبینی گیرا عجب جونه برای زودمون نفهمی افتادی ما. تو یه چشم عاشق من
بگیر دختر. واسه این تو چه فرقی میکنه که من بمیرم یا زنده بمونم؟ برم کن. آخه من به تو چی بگم؟ با تو چی کار کنم؟ با هم عروسی کن، دوستم داشته باش. ببین ببین میمنند میمنند آخه دوست دارم، میپرستم ات. خلاصه تو کار این دختره موندم فکری، نمیدونم چی کار کنم. والا عنایت لخان جان، این کار یک کار لوتیگیری و جوان مردی نیست که شما پیش کسوتش باشین و ناوه کشیش. چطور؟ ببخشین دو جسارت هم، اما گره این کار به دست کسی با میشد که مثل ما همراه هر زیر پیرنی یه معشوقه عوض کرده باشه. خب حالا مگه به عقل ناقص تو چیزی میرسه؟ مثلا چی میرسه؟ خوب نگاش کن، گیرش هم میبینی؟ این که حلقه عروسیه. درستم. سلام علیکم. شگرد کار ما این است که وقتی بعد از مدت خوشگذرانی از یه زن سیر میشیم و میخواییم از سر خودمان بازش بگیریم، این حلقه رو میچپانیم تو دستمون، بهش میگیم ما زن داریم، شیشتان بچه داریم. خب که چیوشه؟ هیچی. آخه معذور چیه؟ هیچی دیگر. شما باز به میمنت خانم بگین زن دارم که امیدش ناامیدش بشه. آخه خنگ خدا، میمنت که تمام زیر زبر منو میدونه، چه تو باورش میشه که من زن داشته باشم؟ اونش با خودم. خیلی ببخشین که یه خورده دیر کردم. عیبی نداره. آخه خانم برده بودیم فروشگاه، خریدشان که تمام شد فرمودن حالا منو ببر آرایشگاه سلمانی. مگه خانم آرایشگاه هم میرن؟ پس چی که میرن، امروز هم رفتن رنگ موهاشان شرابی کردن. نه بابا، خانم بزرگ با موهای شرابی باید خیلی دیدنی باشه. ولی ما که خانم بزرگ نمیگم والا. پس از کی حرف میزنی؟ خانم کوچیک. خانم کوچیک دیگه کیه؟ خانم عنایت الله خان، عیال شان. چی؟ عیال شان. خانم عنایت الله خان؟ مگه اون زن داره؟ بله بچم داره. نه شما نمیدونید، مبتله نبینید. اقدامی لازم نیست بکنید عنایت الله خان، من تو این کار تجربم زیاد است. چنان آب پاکی و تصفیه شده رو دست میمنت خانم ریختم که بینکل آشودی از یادش رفت. بنازم به این ترکیب. سلام. سلام 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 عمو جون. سلام 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 مورد شون تجربت با من کجا بودی عمو جون؟ خونه بودم حسنم سلام، اومدم که با هم بریم یه سری به زنمو بزنیم. زنم؟ کدوم زنم؟ مگه چند تا زنمو دارم؟ منظورم خانم شماست دیگه. چی گفته ما زن داریم؟ خدا رو صد هزار مرتبه شکر که ما نگفتیم. درست از میمنت خانم، خداییشو بگو که عنایت الله خان فکر نکند یه وقت ما گفتیم. خداییشو بگم هادی گفت. من هادی؟ هادی کیم؟ من کی؟ تو گفتی؟ تو بله. کی کجا؟ او سخن چین بدبخت هیزم شکن، آخه کی میخوای آدم بشه؟ برای چی عنایت الله خان؟ واسه این که گندشو داره بردی. آخه اینم کار بود که دست مادری، حالا تو به جای ما چیکار میکنی؟ هیچی، میمنت خانم برمیدارم میرم خدمت خانه. چی؟ وار میداری میری خدمت خانه؟ بله بله بله. چه وار میداری میری خدمت خانوم؟ البته. فقط پیش از رفتن اجازه بدین من یک تلفن به خانم بزنم که باز نگن چرا سر زدم مهمان آورده خانمون. همین الان تلفن بزن. خانوم؟ خانوم؟ بله بله. خانوم همه اومدم. بابا چه خبره؟ الو
سلام علیکم عرض میکنم خانم، کوچولوی شما هستم، غلام شما. نکن بابا، دارم میرم تو تلفنی، بنده غلام سرکار هستم. خودت لوس نکن هادی، چه مرگته. یادتان است که فرمودین وقتی آقا میخوان مهمان بیارن منزل، تو زودتر تلفن بزن که برای پذیرایی آمار. آقا کیه؟ مهمون کدومه؟ چرا پرت و پلا میگی پسر؟ نهارم رو چراغ سوخت، ذلیل مرده. خانم والده خانم مریضن، برادر خانم آمدن که خانم ببرن منزل خانم والدشان. حالا میخوان از شما اجازه بگیرن که ببرنشون یا نبرن. از شما آزما. بله بله خانم عزیز. خانم چه خاریه؟ خودت هم بگوشی. چی بود هم؟ چی دلت خواست بود؟ عموش الو عزیزم. سلام عنایت الله خان، حال شما خوبه؟ توی عزیزم سلام برو ماهت، چی شده قربون قد و بالات برم من؟ این حرفا چیه عنایت الله خان؟ اجازه ایمان دست شماست عزیزم. گوگوری مرگوری با خدا مرگم بده مادر. از تو رو ماهتو میبوسم، موکر پرانتو هم میبوسم، میبوسم میبوسم. ایبا دیگه چی؟ الو اول آخر که چی؟ شما باید منو ببرین خدمت خانم، حالا امروز نشد فردا. فردا؟ میمنم فردا؟ بله فردا صبح حتما باید منو ببرین خدمتش. باشد میمنم باشد، هیچ اشکالی خوبی. تو واسه چی قول میدی؟ آخه من تجربه دارم تو این کنی. باش رو به سر تو بخوره، مگه ما خودمون بد قول میدیم؟ پس قول دادی یا خدافه. میمنم جنایی بیام تو این تیکه آرکیس منم. فریده بیا. هادی چیه؟ بیا بیا کار دارم. چی کار داری؟ جان من سیپوشو بیا. میبینی که دستم بنده؟ دست منم بنده، سیپوشو بیا بوشو جان من. خانم معذرت میخوام، خیلی باید ببخشید، یه دقیقه. خواهش میکنم. چی میخوای؟ یه دن زن. چی؟ یه فوری و فوتیه، یه زن دو ساعته لازم داره. دهنه تو آب بکشه، غلط میکنه، ذلیل مرده. چی شده؟ گمشه از اینجا بیرون. وایسا چرا همیشه میکنی دست به زن پیدا کردی؟ تو رو خدا وایسا، تو رو خدا وایسا، وایسا بابا. واسه خودم که نمیخوام آخی. واسه کی میخواد؟ واسه عنایت الله خان میخوام مرگ تو. کلت رازه بالاتر. چه بابات تو نمیفهمی، میخوام یه زن پیدا کنم که دو ساعت رول اول زن عنایت الله خانم بازی کنه، تا دختری که خاطر خواست شده خیال کنه عنایت الله خان زن و بچه داره، دست از سرش برداره. شیرفم شد جنی؟ آره، حالا میگی من باید چی کار کنم؟ کارم را به نصفت شد. آخه چه جوری؟ من که کسی رو ندارم. یخته فکر کن دیگه، این همه زن اینجا دور ورتا گرفته. والا
مو به بو طبق سفارش شما رفتیم از یه خانواده آبرودار، این زن نجیب با وقار خانه‌دار که مال بارست دستچین کردیم. همین پس اینجا دنبال من بیه خواهش میکنم. سلام علیکم، خوش وقتم. سلام علیکم خواهر. خواهر چی هست؟ اینا هیتو لخان خانم تن از میکه خانم زیان دست پرها در خواه بیشتی. واسه دو ساعت آره. شما چطور خانم؟ والا من دلم میخواد که هرچی زودتر این کارو به انجام برسونم و برم پی کارم. ما هم والا همین میخواییم، فقط خوبه. چیزی که هست یه خود زیادی پور روماتیک به خودت مالیدی. درست میگم حالی؟ وا شما به صورت من چی کار داریم؟ یعنی چی کار دارم؟ حیف از کلمات شما میره خانم. اگه شوهر آدم به صورت آدم کار نداشته باشد پس به کجاش کار داشته باشد بابا جان؟ یه خود کم ملاتش کنی ضرری نداره. ور هرچی آدم مردم آزار لعنه بش بره بره به کارت برس. چه بد اخلاقه؟ بد اخلاق نیستش، اخلاقش هنوز با شما جور نشده. ساخه اول سر زندگیتان هست. چی؟ حالا چطور آقای مشکل پسند؟ چطوره؟ اگه گیسات هم یخت اینجوری بلو نباشه بهتره. نه بارو بابا، این یکی دیگه طلبه. طلبه؟ چیه خانوم؟ گفتم موهاتو جمع کن بالاتر. بارو بابا حال نداری؟ نه بابا انگار حرف حساب به گوشت فرو نمیره زنک. اصلا میدونی چیه آقا جون؟ خر ما اکورگی دوم نداشت، بره یکی دیگه رو پیدا کنی. مگر میشم مهر خانم جا سب کن بابا؟ با چرا که نشه؟ موزی که قرار بود بهم بدی بهم نده، مهرم حلال جونم آزاد خوشگلی. صلوات بفرست خانم جان. ده زن شوهر وقتی دعواشون میشه هر دوشون نباید من بشن، که یکیشون هم باید نیم من بشن. حالا شما یه ترک بیا پایین، شما هم یه ترک بیشش بالا و سلام شد تمام. لبرتون میبینم گیر میشه. اصلا تقصیر خود گردن شکستمه که ندیده و نشناخته قبول کردم. حاج خانم فعلا وقت نیست توضیح بدم. شما خونه حاجی رو بلدی؟ خب پس خودتونو برسونین، شهر شلوغه. اگه راست راستی زنم بود میدونستم چه ریختی آدمش بکنم. خوابه تو هم اگه راست راستی شوهرم بودی بلد بودم که چجوری اخه جلتت در بیام. ببرین مرسی. پس خانم آقا کجا؟ والا چه عرض کنم، آخه طفلای معصوم شبا که پیش هم نیستن. بله. مجبور از یه همچین فرصتای استفاده کنم. بله عمو جون، عمو جون منو ببخش که خود منتظرت گذاشتم. عیبی نداره. سلام خانم. سلام علیک. سلام. به به چه خانومی، چه تیکهی، چه چیز. بفرمایید. افاقیل شما رو نداره. چرا زحمت کشیدی عزیز؟ اختیار داریم. دستت درد نکنه جیگر. بچه رو زودتر بهم نگفتی که برادرزاده به این خوشگلی داری. آخه ترسیدم تو حسودید بشه عزیز دلم. اگه برادرزادت نبود که بله چیشا تو عکاسه در می آوردم. اما آخه کارت که دسته خودشو نمی بره. خانم جون قربون دستت این گلا رو بذارش. چش خانم جون. ایوا چرا وایسادی بیشی جونم؟ بیشی خونه خودت. مرسی. ولی مامانم. کدوم مامانم؟ مادرتو میگه دیگه، همون که مریضه و روبه داد. مادرمو میگه. من خیال کردم مامانمو میگه. ولی بهتر شده الحمدلله. بله آخه میدونین چیه، من به مادرم نمیگم مامان، میگم مادر. اینه که وقتی که شما گفتین مامان من چی خود گیت شدم. بله بله فهمیدم. بهتر الحمدلله. بله بچه‌تون کجا؟ بچه 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 بله بچه. نکنه به بچه‌تونم نمیگین بچه؟ چرا چرا بچه که دیگه بچه هست. ولی کنه بچه آدی بچه بابا چه چه داشتی زنی؟ رفتم از سر کوچه خفگیرش کردم آوردمش که بیمنت خانم ببیند گربان. خوب کاری کردی. خوب کاری کردی. خوب کاری کردی. خوب کاری کردی. ما داریم. بود تو برو پیش مهمان خانم سلام برسون. یعنی خودت سلام کن. بود سلام کن بابا. یا الله پانش. خوب
بیا بغلم. ایوا مادر چرا زل زدی؟ قربون شکل ماهت برم اینای خوشگل من. پس تو مامانمی؟ آره عزیزم، اما گندشو در نیاری. خب مادر چهارشنبه روز خوشبختیه، یه بلیط هم میخری؟ مامان چون دیگه این حرفو نزنی. خب هبم میگه که از شما خجالت میکشه. ببینم از چی خجالت میکشه پسرم. ناز تو برم الهی. به به، انگار جمعتون جمعه. شما این هاچ خانوم؟ بله منم. تا کور بشه اون کشمی که نمیتونه منو ببینه. مگه چی شده مادر؟ هیچی، نه چک زدم نه چونه. عروس اومد تو خونه. مادر تازه میپرسه چی شده؟ کدوم عروس کدوم خونه؟ از چی حرف میزنی مادر؟ خوابه خوابه، خاطر رس نکن. به خیال تنیز تو خواب خرگوشی هستم که از هیچی خبر نداشته باشم. باری کلا به غیرتت، معلوم میشه من غریبم. مادر حاجی خان این کیه؟ مادر بزرگت مسلم. این کیه؟ مادر شوهر تبکرم. الهی زحمت هایی که باید کشتم حرومت بشه. اون شیری که به خورده دادم خون بشه از ناخونت بریزه بیرون. الهی خیر نبینی که منو بیعزت کردی. اینه موزه و همه زحمتی که باید کشیدم. ببین چلوی مردم چجوری منو بیارمت کردی. قرار مادر شوهر بازی نداشتی؟ مام نداشتی. آهای سلیفه گیس بریده. تو به چه حق پسر من ضبط کردی؟ آروم بگیر مادر. خیال کردی پسر من هم مثل خودت بیکسه کاری که خودت اینه کنه چسبوندی بهش؟ چی گفته ما خودمونو چسبوندیم به اون؟ بله پس لبت میخوایی بگی اون خودشه چسبوندی به تو؟ جونم درست فهمیدی، از قضا میخواستم همینه بگم. آره اون روت بیاد بیشتر با حیام. چی؟ بله بله نفهمیدم چطور شد. شما دیگه خفه شو. وا مگه نمیبینی که هرچی لایق خودشه داره باره من میکنه؟ آخه میشه تو دهانت. باره بابا اصلا ما نیستیم یک کاره. آخ همون از دست عروسای این دور زمونه. صلوات به شما دار. لا 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 برپریدن نگاه کن چجوری نگاه میکنه. اینگار که من نردمشم تو نگاش کن ببینش. هاچ خانم حالا گذشت از بزرگتره، بفرمایین بشین میوه ول کنین. تو رو خدا بفرمایین. تو دیگه حرف نزن که به خداوندی خدا هرچی از دهنم در بیاد بگم. خاک بسرم به من چه. وا سر تو بر بر جادو. تو اون پسر نمک نشناسه. به من چه مرتوبه خاچ خانم؟ به تو چه مرتوبه؟ حق باز متقلبه داروی دورنگ. آروم میگیری یا نه؟ یعنی چه؟ نه آروم نمیگیرم. همش تقصیر اون زن دست رو نشسته. سلام بزرگ. سلام و درد. به به چه با ادب. تو مهر کرده این سیبی که با خدا بیامرز آقا دو نصف کرده باشه. شو آروم بگی مادر، حالا دیگه داری کفت خبر در میاری. خوش بگی 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 بگی. عجب آسمون قرنبه ای. دلم کن بیشین اینجا کارتو رو. تو باید تکلیف منو روشن کنی. به خدا سر پل سر جلوتو میگیرم و شیرم و حلالت نمی کنم. عوض این کارا حرف منو گوش کن. تو نمیری به مود قسم. ما نه زن داریم نه بچه داریم. برو سر اون زن قرش مالت شیره بمون. نه اون زن زن منه، نه اون بچه بچه من. اگه بچه تو نیست پر چرا اینقدر به خدا بیامرز آقا چه باحت داره؟ دست بردار مادر، چه شباحتی شه چشکی؟ ایبا تو که شکل شمایل آقا یادت نیست؟ مادر تو که یادته چرا این حرف رو میزنی؟ اصلا ببینم تو که سجلت ما رو قبول داری. کو کجاست؟ سجل اینها. بیا 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 نگاش کن بیا. کور سوادت چه هنونه هم نچشیده. بخون ببینم کجاش نمشته که ما زن بچه داریم. بخون بخون دیگه بخون به کجاش نمشته. یا کن سفیر سفیده. انگار راست میگی. پس چی که راست میگم؟ الهی قربونت برم. من میدونستم که تو بدون اجازه مادرت زن نمیگیری. حالا که اینجور شده همین که آقا رسول از مکه برگشت میمنت رو بسد میگم. بخ حالا دیدی باز بچه شدی. نه نه والا بلا میمنت خوب دختری برمون کرش لانه میمنت جون چی کارش داری؟ چی کارش داری؟ بابا طفل معصوم از روز که شنفته زن و بچه داری از خواب و خوراک افتاده. بذار از دل با پسی نجاتش بدم. کوتا بیا مادر، هرچی رشم پنبه نکن. اصلا میدونی چی عنایت؟ من اگه بخوام به حرف تو گوش کنم آخرش آرزوی دومادی تو به گور میبرم. راحتت کنم ننه، من میمنتو از هر لحاظی که بگی پسندیدم. این بازیارم بی خودی ران انداز. چه بخوای چه نخوای من واسط میگیرمش. پس حالا که اینجور شد بذار منم راحتت کنم. اگه گفتم زن و بچه ندارم واسه دل خوشید بود. دارم، خوبشم دارم. دیگه چه دارم؟ چاخان نکن، اونا که زن بچه تو نیستن. عجب دیواوری هستی ها. برو نگاه کن ببین بچه ها به خدا بیامرز آخه مو نمیزنه. مثل خیاره که وسط دونست کرده باشن. ده همین بچه منو دو به شک کرده دیگه. تو رو خدا راستشو بگو عنایت. دروغم چیه مادر؟ آخه اگه اونا زن و بچه تو هن پس چرا اسمشون تو سجلتت نیست؟ یادم بازم زنگره بتونی اسم زن و بچهش رو توش بینویسه. آقت میکنن میمنت.
میمنت چی شده؟ پشو بیا اینجا، بلشون کن بریم، اینا قدر من تو رو نمیدونن. سر پل سرا جلو تو میگیرم و شیرم و حلالت نمی کنم. از امشب هم دیگه حق نداری پاتو تو خونه من بذاری، برو پیش همون زن و بچه. رفتم. خب الحمدلله شرشون از سرمون کم کردن. اما چون من راستشو بگم، اون مادر خود تو بود یا این همون قلابی بود؟ ببند اون دهان کثیف تو، دیگه نمیخوام ریخته تو ببینم. تو چشم دختر من بیکاری پاکتم میگیرد. برو بابا، تو نرو. الوف سنگ تو رو پاپ پاپ. حالا راضی شدی جیگر؟ راسته دیگه، اینقدر جیگر جیگر نکن، بازی تموم شد. خیلی خب بابا، تموم شد که تموم شد، انگار نوبرش آورده. ما رو بگو که با کی داریم شوخی میکنیم بیزوق. عنایت الله خان خیلی ببخشید، موازه شده برای یه چیزی هم بیشتر شده. نمیخواد فیل خرجی کنی، آخر پولت هم گذاشتم. آخه میترسم که فردا ما هم مثل تو پول دار بشیم، اون وقت پیش خودمون فکر کنیم که از دماغ فیل افتادیم، هی به این اون فیست و افاده بفروشیم. خانم بزرگ، بالاخره چی دستگیرتون شد؟ اونا زن و بچه یه عنایت الله خان بودن یا نه؟ نه، به نظرم نبودن. الهی شکر. اما چرا؟ به نظرم بودن. بالاخره بودن یا نبودن؟ والا چی بگم، خودم هم آخرش نفهمیدم. اتفاقا منم مثل شما شک برم داشتم. چطور؟ به نظر شما این طبیعیه که پسر عنایت الله خان بلیت فروشی کنه؟ بفرمایید، همه بلیتاشو به من فروخت. وا والا. یعنی چه؟ باید هر طور شده تعطوی قضیه رو در بیاری. شما کاری نداشته باشین، من خودم فکرشو کردم. به تجربه من ایوالله آوردین عنایت الله خان. دیدین چه معجزه‌ای کرد؟ از میمنت خانم گذشته، خانم بزرگم باورش شد که شما زن و بچه دارین و عیال بار هستین. آره، مثل که بالاخره یه چیزایی من تو این کدو تجربه دارم. سلام امو جون. سلام. تو اینجا چی کار میکنی بابا؟ دیگه ببینم، مگه نرفتی؟ مادرم کجاست؟ حالا چطوره؟ خوبه، خوبه، خیلی خوبه. ناراحت نباش، فقط دائم گریه زاری و ناله و نفرین میکنن. ولی بالاخره با هزار زحمت و تقلا تونستم راضیشون کنم که دست از لجبازی و یدندگی وردارن و با شما و خانم آشتی بکنن. چه کار خوبی کردین میمنت خانم، شیرت حلاله. من تجربه دارم. موردشون خودتو تجربه ببرن. چشم، بریم امو جون، بریم. تو نکبتتو ببرم. آخه میدونی امو جون، هاچ خانوم اگه فقط بخواد با من آشتی بکنه ممکن. وا با شما که قهر نیست، با عروسشون قهر بودن حالا میخوان آشتی کنن. آخه عروس یعنی چه؟ وا، مگه شما میتونین مادرتون رو دور بندازین؟ اصلا میدونین چیه؟ من خودم الان میرم منزل شما و با خانومتون حرف میزنم. نه 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 امو، نه نه لازم نکرده. ببین آخه ببین، تو چرا میخوای خودتو سبک کنی امو؟ قصه منو نخورین، من با این چیزا سبک نمیشم. خودت سب کن دختر. آخه خانم خونه نیستم. پس کجا؟ منزل مادرش. ایوا، مگه خودتون نگفتین حالش بهتر شده؟ آره، آخه چیزه، خونه روشنی بوده همون. باز دوباره همون آش و همون کاسه. خیلی خوب باشه. پس بگین فردا صبح اول وقت حتما منزل باشن تا من برم ببینمشون. خدافظ. یه تئاتر راضی کردم که همین امشب باید قرارداد ببنده. یکی مفتی به اون که 50% از مزدم و بابت باک سیبیل ور میداری. ببینم پول چه ارزشی داره ترانه جون؟ کی منو به مراد دلم میرسونی؟ کی؟ وقتی گل نه بشید. قربونم بری توفه. سلام علیکم ترانه خانم مهری. علیکی سلام. با 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 با. چطور شده که باز فیلت یاد هندسون کرده؟ به داد ما برس که گار بیخ پیدا کرد. باید یکی دو ساعت دیگه از زحمتی که شو بیای خانه ما. بخشینا حضرت والا کی باشم؟ یک با تجربه هادی سند بادی. بربره خوشبختم. بفرمیم دنگلتون. بفرما اگه یه وقت کاری چیزی داشتیم بهشون زنگ بزنیم. آره ایشان واردن با اجازه شما. بودو بریم قدشه برم. ببینم اکبر،
این هادی سنبادی کی ها؟ نمیدونم والا، گفت مدیر داخلی هم. خب پس کله گاف تو خمره گیر کرده نه؟ آره کلش بدجوری گیر کرده است، یه همچین چیزی دیم. بگو خودش بیاد پیش من. خود کی؟ خود گاوه. آخه گاوه مشکلش زیاد است، کلش تو خمره ایه. همین که گفتم، اگه با ما کار داره شغلشو تعطیل کنه بیاد خدمت ما، اگرم نداره که هیچ. ببین بریم بچه ها. ترانه جان سب کن، ترانه خانم بالام یه دقیقه. ببینم تموم نشد؟ الان تمام میشد بابا. آخه مایه یادت رفته است، ما که به اون نگفتیم تو چی کارایی، ولی چه فرق میگوند، خودشو با خودم میآوردم اینجا دیگه. خیلی خب باش، من شب میرم آرایشگاه پیش فریده، تو هم اوستاتو بردار بیا اونجا. خدافظ. بفرمایین تو. عنایت الله خان. قربون شما. السلام علیکم. بفرمایین. دوز حاضر است، بز حاضر. شنیدم دوباره گذار پوست به بازار دباغا افتاده. بفرمایین. افتاده هی میخواد جواب بدیم. این طور فکر کن، خلاصش این که ما دو ساعت دیگه با تو کار داریم. مگه دختره هنوز دست از سرت بر نداشتی؟ ها در دیگه وارد شده، میخواد به خیال خودش زنمونو با مادرمون آشتی بده. ای بابا عجب دختر سرتقیه. ما هم دست کمی از اون نداریم خانم. خانوما نقشمانو بشیش بگو. عنایت الله خان بگو. اولندش فردا بهش میگین که حاضر نیستم با مادر شوهرم آشتی بکنم. دوم از اون فعلا میخوام مادر مریضم ببرم پابوس امام رضا، انقدرم اونجا میمونم تا امام شفاش بده. خوب فکری کردیم. آخه ما تجربه داریم بازی جان. ولی رو من یکی حساب نکنیم. یادته وقتی که دختر و مادرت رفتن و خرت از پل گذشت با من چه رفتاری کردی؟ چه بد نکن، با منظوری نداشتم. چرا؟ داشتی. حالا هم برو یه زن دیگه واسه خودت پیدا کن. مگه میشه هر روز و هر ساعت آدم زن عوض بکنه؟ خلاصش دور من و قلم بگیری. من دیگه خیال ندارم رول زن کسی رو بازی کنم، اونم آدم گند دماغی مثل تو که با صد من اصل نمیشه خورده. اف که ملاحظه بعضی چیزا رو میکنم، فعلا بهت مجال نمیدادم حرفتو تموم بکنی. اوک عنایت الله خان، عنایت الله خان، سب کنید، سب. بابا ایوالا، گفتی بیارش اینجا که سکه یه پولش بکنی؟ یادت باشد اما تجربه داری. آره، تا اون باشه دیگه افاده مفاده رفت بوشه. چه خبا با؟ خدا به همراهت، راستی یه جوری که نفهمه پرسجو کن ببین دیشب و کجا خواب. چشم. ببین ولی خودش و زنش هم وادار کن بیان بیفتن رو دست و پایی. چشم خانم. باید علل خصوص زنش بهش بگو اگه میخوای شوهرداری کنی راش اینه که کنیز خانم بزرگ بشی. تد خدا رو ببین دیر باشه. خیالتو راحت برو ببینم چی کار میتونی بکنی. دست علی به همراهت. به سلامت. نمیدونم چی بسه. میمند خانم باشه. من که میرم قایم میشم. حالا چی کار کنیم؟ بگو عنایت الله خان و خانوم و بچه رفتن سفر، حالا چی برمیگردن خدا عالمه. من ببین 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 خیچ نکنی یا نه چشم برو ببینم. برو اتاز. سلام علیکم میمند خان. بلاغ کاری داشتیم. عنایت الله خان شما این؟ نه خیر، بنده تجربه دار عنایت الله خان. خودشون تشریف دارن؟ بله. بپکنه کنار خول برای که عنایت الله خان. شمایی؟ عنایت الله خان. آجاب اینجایی پسر یه خر. عنایت الله خان رفتان سفر. خودش از صداش عوض شده. مهمانی که منتظرش بودیم نیست، یه شاخشم شده دیست. بفرمین جلو، بیان جلو. ببینم داداش تو دستگاهتون عرق کشمش داریم. چه فرمودین؟ فرمودم عرق کشمش داداش. نخه داشتیم با گراهه با هم رفتیم بالا، ولی مزش موجود است. چه خبر هادی؟ این بابا اول شما را میخواست اما حالا عرق کشمیش را میخواد. عدیدش اول شده. عنایت الله خان شما این؟ فرمایش؟ شما به چه حقی پسر ما را عوض پسر خودت جا زدی؟ پسر شما؟ چی؟ پسر شما کیه؟ ممل هم میگی؟ بله ممل، ممل چهارشنبه. ممل چهارشنبه که باباش مرده است اهلم دلیده. درسته، ولی بعد از اینکه باباش مرد ننش زن ما شد. آخه ننش هم که مرده. آفرین، اونم درسته، اما بعد از مرگ ننش کمپلت خرجش افتاد گردن ما، نونخور ما شد. بزرگترش ماییم. حالا میگی چی؟ ها؟
حالا میگم اگه عرق کیش میشم نباشیم نماشه، هر جور عرق جاتی باشه قبول داریم، این جورشو نداریم کمپلی، اونم میشه داناش. بالاخره نگفتیم منظور ما چیه؟ ما میگیم یا دفعه آخرتون باشه که پسر ما رو عوض پسر خودتون جا میزنین، یا روزی 200 چوب اجارش تازه غیر از چهارشنبه ها بهمون بدین. 200 چوب؟ پس چی؟ خورند موهای سرت پول خرجش کردم تا به این سن و سال رسوندمش. یعنی چی دیگه؟ برای روزنه تازه برقم انداختم جالب. باشه حالا شماها چی میگین؟ خیلی خوب، ما دیگه کاری باهاش نداریم. ولی انگار بهش گفته بودی امروز هم بیاد. آره خیال میکردیم وجودش لازمه. لازم نیست؟ نه لازم نیست، وقتی مادر بچه نیست خود بچه به چه درد میخوره. خیلی خوب باشه، اگه روزی 200 چوب باستون زیاده روزی 150 چوب بمیدیم. نه جونم حرف پولش نیست، مجلسی که داشتیم به هم خورد. بیا هادی کمک کن آقا رو به من خودم ندارم. حالا سر را سرش میکنیم با روزی 150 چوب که موافقی. نه جونم نه نمیتونم، که مشتریم نپره روزی 150 چوب. برو بالا 50 چوب. 30 چوب داداش، 30 چوب. نخواستم 20 چوب ناقابل داداش. هادی بیرونش کن، حوصلم سر همین از نامش سبابه. 20 چوب. هادی خان تو یه جوری رازیش کن، یه چیزی هم بخواه تو معرفی میکنی. بیا مادر اقلا اینو بخور گلوت خوش شد. قرون دست، قرون دست توی خانم. رفت رفت یه ننه تامی چایی بخور بیا. خدا دهنه بشنفه. به به خیلی به موقع است، قربون گلای چهارت برم. آره چی میتونه باشه؟ این دیگه باید خود میمنت خانه ما اینجا نیستیم، ما رفتیم سفر. گوشی دستم رفتیم سفر. رفتیم سفر. رفتیم سفر. بجون پای خانم، بجون پورتون تجربه دارم، اونم دست اول دارم. پورتون آنه اتلا خان سهر مار بگو تشریف ندارم. تشریف بیارین، مهمانی که منتظرش بودیم نیست، مهمان ناخونده است. مهمان از دست مهمان ناخونده. عنایت الله خان، عنایت الله خان. ای بابا بابا عنایت الله خان، ببین کی آمده، نگاش کن نگاه کی هستی تو خان کجا آمده با. یا تماشا گرم توی سلام علی. چطور شد که رایت عوض شد؟ ای بابا حالا به دلت نگیر، خب دیشب تو حال نبودم، یه چیزی از دهنم پرید دیگه. خب بگو ببینم دختره که هنو نیومده. نه به موقع اومده. آه پس حالا بهم بگو چی کار باید بکنم. ببین جونم عرض شود به حضورم وارد، دوت با تو توی کفش بکن و بگو اگه شده از شوهرم طلاق بگیرم میگیرم، اما با مادر شوهرم آشتی نمی کنم. خب هرچی گفت هرچی التماس کرد قبول نمی کنی که نمی کنی. بعدش هم بگو من اصلا با شوهرم بخواهرم اصلا میدونی که چیش؟ این بیا باید خود میمنت خانم باشد جونه. ببین چی میگم هادی، اگه خاص بیاد بگو من. بلدم تو بمیری، ناسلامتی ما تجربه داریم. آها برو بینم چکار میکنم. آما شد برو بینیم تو. سلام. سلام علیکم میمنت خانم. نه خیر دیر رسیدین. عنایت الله خان و خانم به بچه تشریف بردن یعنی سفر بود. سفر؟ هادی چیه؟ چیه؟ بجان؟ چیه؟ ای حق باز برو کنار بمیرم، چرا چاخان میکنی؟ برو کنار. بابا رفتن سفر این صدای روحش بود، تو بمیری سکن دختر جان. سلام خدا. سلام سلام همون جون. سلام علیکم. موضوع چیه؟ چی رفته سلام؟ من چه میدونم، شما گفتین بگو رفتیم سفر. خب بگو ببینم احوال چطوره. مرسی زنم جون، شما چطوری؟ منم مرسی، مادرم هم مرسی، الحمدلله بهتر از دیروز و پریروزه. معمل چطوره؟ اونم مرسی. راستی معمل کجاست؟ حالا هادی میره هر چی باشه پیداش کنه. آره آره خیلی خوب، پس ما میریم بالا، تو هم برو دنبال بچه عزیزم. بفرمایید. حالا دیدین گفتم وجود بچه لازم است، گفتین نه. ما تو این کله جدو تجربه داریم. آخه تجربه تو این هیرو بیرو به چه درد میخوره؟ برو بریم بچه رو بیاریم. برو بریم دین کن بریم. چی شده؟ جلوشو بگی. ستوب سمون باستم خریدی ببره بفروشه. مگه شما نگفتین که اونو لازم نداریم؟ خب حالا لازم نه شب کن، جنگ اول بهتره سول آخره. روزی چقدر بابتش میدین؟ خودت گفتی 20 تومن دیگه. نه حرفشم نزن.
اصلا حرفشم نزن. خیلی خوب سک خور سی تو من نه جانم، از بلیت فروشی میشتر در میاره. اولا خور پنجا یک کلا. نه خیلی خوب باشه، راضیت میکنی. چرا خدا بگو لباسمو بده. ناتاس بیا پول کوچیک میشش بدی یا نمیشناسد اسکناسرم. بیا این 500 پیشت باشه. 500؟ آره بابا 500. آره 500. 500 که میگن اینه؟ آره همونه. بیبریم بابا. نکن زرم آب شد. مگه زرم داشتی؟ میمانت عمو تشریف ندارن مادر. تشریف ندارن؟ نه خیر، رفتن کت خدا رو ببینن. کت خدا واسه چی؟ واسه این که دهو بچاپن. ده؟ کدوم ده؟ که دهی از شما آبادتر عنای تله خان، که از شما پول دارتر. تایه خانم انگار شما یه چیزید میشه ها، چرا راست حسینی حرفتو نمیزنی؟ مختصر و مفید، میمنت خانم به خانم گفتن اگه میخوای شوهرداری کنی بی بریم با مادر شوهر داشتی کن. خانمم از خدا خواسته رافت دادن و رفتن. حالا راضی شدی مادر جون؟ اینم راست حسینی. خانم بزرگ اجازه بدین پاتونو ماچ کنم. بیا بگو لازم نکرده. ای چرا خانم بزرگ؟ لازم نکرده. پس اجازه بدین دستیتونو ماچ کنم. بگو لازم نیست. لازم نیست. خب بهشون بگو بالاخره اجازه بدن یه جاشونو ماچ کنم دیگه. بهش بگو مارچ که واسه زخم دل من مرهم نمیشه. مگه روزی که تو با عنایت عروسی کردی نمیدونستی که مادر شوهر داری؟ نه خانم بزرگ، به خدا من نمیدونستم مادر شوهر دارم. هنوز کارشی نکردیم با من حرف نزن. ایش چشم. بگو نه خانم بزرگ، من پیش از عروسیم والا نمیدونستم مادر شوهر دارم، بعد عروسیم فهمیدم. بهش بگوده. بگو حالا بعد از عروسی چرا نیومدی رو دست پای من بیفتی؟ بگو خانم بزرگ جوون بودم و جاهلی کردم نفهمیدم. شما به بزرگواری خودتون ببخشین. خب اگه این دفعه ببخشمت قول میدی که بعد از این به من از شوهرت محرمتر و مهربونتر باشی؟ ایفا معلومه خانم بزرگ، اصلا من کنیز شما، کوچیک شما. خانم بزرگ اجازه بدین دستتون خانمی عروس قشنگ قربون شما برم. خانمی الهی فدای شما بشم. سلام. سلام. تو کجا بودی؟ همین دور و برا. سلام عزیزم، بوده بیا خانم بزرگو ببوس. سلام خانم بزرگ. قربونت برم. سلام به روی ماه تو سلام نکرده عزیزی، هزار ماشالله. خب بگو ببینم تو کجا بودی، با کی اومدی مادر؟ همراه بابام حاجی خانم. پس اونا کجا؟ دم در وایسادن، گفتم برو به مامانت بگو بیاد بری. میخوای بری مهری جون؟ اختیارم دست شماست خانم بزرگ. در حیرات مثل این که کنگر خورده است لنگر انداخته است. عمو جون. جون عمو چرا نمیان تو؟ میمنه جون ما کار داریم عمو، برو زن بچه ما رو بفرست بیان. برو جونم. خانم بزرگ بهشون اجازه نمیدن بیان. چی؟ اجازه نمیدن؟ جان دبوی جون، غیر از این که از لحاظ شکل و شمایل با بچه که مرحومش برم مو نمیزنه، پوشم بوی اون خدا بیام. سلام عزیزم. این مسخره بازی ها چیه؟ ضعیفه؟ چرا بالا نمیشه بری خونه؟ بله بله ضعیفه، چیه مرد حسابی؟ مهری جون بگو عروس من جوونه و چشم و گوش بسته، چه معنی داره که با یه علف بچه تک و تنها زندگی بکنه؟ همچین الحمدلله خدا رو صد هزار مرتبه شکر، از اون عروس هم نیست که شیل پیله تو کارش باشه و بخواد پسله مادر شوهرش کاری بکنه. باید اسباب بکشین بیاین تو این خونه که عروسم زیر نظر خودم باشه. بگو این کار شدن نیست، حرفشو نزن. بگو پس عروس و بچه مال من، تو برو کشک تو بساب. بگو آخه من زن گرفتم یا تو؟ بگو ما عروس آوردیم یا تو؟ تو اوزشی تو شیره ما جیبمونو کار کنیم. چکارش نکن ممل، برو تو حیات بازی کن، بذار حواسمون سر جا باشه. آخه بابا امروز چهارشنبه است، میذاری ما بریم خود کاسه بکنیم یا نه؟ امروز که چهارشنبه نیست. چی رو به تقویمت نگاه کن، چهارشنبه. خب برو تو حیات بازی کن. آخه بهش گفتم چهارشنبه میبرم سینما. اصلا میدونی چیه؟ بیبریم بیرون. اگه تو زن منی پس باید به حرف من. مگه عروس من اختیار سر
خودت بگی بشین. میگم پاشو. میگم بشین. ای بابا، بشین پاشو بازی میکنین. بس دیگه بابا، این مسخره بازیه چیه؟ اما جون، همه مردا از خدا میخوان که زنشون با مادر شوهرشون اینجور تفاهم داشته باشن. شما چرا ناراضی هستین؟ تو هنوز بچه‌ای، عقلت به این چیزا نمیرسه. به امروزشون نگاه نکن. عروس عسله و مادر شوهر خربزه. جفتشون حرارتی هستن که با هم میسازن. اروای بابا، این دفعه دیگه عسل و خربزه با هم ساختن که باباتو در بیاره. شما باید این چشمتون از اون چشمتون راضی تر باشه. اصلا میخوای بنویسیم بدیم که من و خانم بزرگ هیچ وقت با هم اختلاف پیدا نمیکنی؟ تو انگار داری کم کم قرم قرم میگی که من عادت کنم. ایوا، من که واسه خودم نمیگم، واسه مادرتون میگم. خانم کوچیک حق دارد عنایت الله خان. رو حرف خانم بزرگ نباش، غلط زیادی میکنی. شاید فردا خانم بزرگ گفت ببر مثلا عقدش کن. شیطونهاش بلانات. مگه هنوز عقد نکردین که ببرین عقدش کنین؟ عقد نکردین چیه؟ بچه‌م و جلو چشت نمیبینی؟ میمنت خانم؟ همچی مهمونی، احترامت واجبه، ولی چون دفعه دوم سومه که متلک بارم میکنی، میگم بهت که نگی نگفتی. من اون چشیو که دنبال شوهرم باشه با همین ناخونام از کاسه در میارم. ایوا، چرا با من دعوا داری؟ من سر پیازم یا تای پیاز؟ مگه نشنفتی عمون چی گفت؟ عمو جون، وسط دعوا چه نون و حلوا؟ نه اینقدر دنبال حرفو نگیری. حرف باد هواست. بالاخره دیر یا زود شما باید اسباب بکشین و بیان اینجا. بازم هزار جور مدرک از عقد و عروسیتون رو میشه. عکس، آلبوم، قبالی، هزار تا چیز دیگه. اون وقت معلوم میشه کی راست میگه کی دروغ. اینجوری عادی عنایت الله خان، وقتی شما دوتا پاتونو توی کفش میکنین میگه نه، مردم خیال میکنن کاسه زیر نیم کاسه بادیه. باز چی کار کنم؟ بگم بله. تمام شده رفت. مایش یه سرویس اتاق خوابه، یه دست موب با دو تخت فرش زیلو که بگیم اینا جهیزیه خانم بوده. بله؟ بله، من خودم اینقدر رو پسنداز دارم که واسه خودم جایزیه بخرم. جایزه خریدن تو بذار واسه وقتی که شوهر کردی. خیال نکنی با اسباب کشیدن و رفتن تو خونه مادر شوهر زن شوهر شدیم. نه، با هم، ولی تنها. تازه اگه بتونین یکم صبر بکنین، من میتونم تا چهارشنبه ترتیبش رو بدم. خوبه، به تو چه حسود؟ البته عقد عروسی رو که باز بگیریم. چی شد؟ نفهمیدم. عقد عروسی راست راستکی نه عنایت الله خان، عقد عروسی عکسی. آخه مگه نشنفتی میمنت خانم چی گفت؟ عکس مخواد، آلبوم مخواد، قباله عقدنامه مخواد، هزار جور دنگ و فنگ مدرک مخواد. آخه من چاکی تو سر تو بکنم؟ ما که هیچ کدومشون نداریم. خاک لازم نیست، عوضش تا دلتان بخواد تجربه دارید. خیلی خوب، خیلی خوب. بله و تلا، بیا ببینم. خیلی خوب. آدی، گفتم مهمونه حاضرن یا نه؟ چقدر مشکل شده. خیلی خوب، خیلی خوب. آره، بله، خیلی آدی، بیشم که بچه بیا جلو چیز چی بهتون بگم؟ بدتر آورده. شما هنوز عروسی نکردید، بدتردار شدید. خونم بگید برای بخواه از اول شده میکنیم. برگردیم بینیم، برگردیم بینیم، برگردیم بینیم، برگردیم. آماده باشید. بیا 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 دفت دفت اسفندی پایین رو پر کنم بالا که خانی از خود آمد ره ندارد. زینک کلا کلا دست دارم بگیر. بیا این هم هرکت بگیر بینم دوست که یا لبیشه بشینیم برو بینم رک بازم تیم داری؟ زن احران اکا کمال هست آمانه این برو بره با عجب زیرنگ هستی تو دوست یا چهر هست کن بیتو در بازم برو بابا بعد از این مدره هم میگیرم.
خواهش میشه، خواهش میکنم جون من، خواهش مهربان بگید. بدتر با ناز کنی، ناز کنی آمده باش بگید. حالا دیگه خاطر جمع شده که اونا زن و شوهره. شما چطور؟ من که از اولش هم خاطر جمع بودم، تو شک داشتی. تو رو خدا اینا نگاه کنی. خب لباسی که تن هادیه همون لباسیه که 6-7 سال پیش هم وقتی که عروستون حامله بوده تنش بوده. شب عروسیشون هم با همون لباس رقصیده. تازه هنوزم که هنوزه، هر وقت من هادیو میبینم همین لباس تنشه. خب که چی؟ به عقیده من آدم نباید زیاد گوله این عکسا رو بخوره. میشه تو دیگه خیلی شکاکی دختر جون عزیز من. دیگه چی کار باید بکنن که تو باورت بشه؟ آخه اگه زن و شوهر نبودن که تو یه اتاق نمیخوابیدن. پسر من حلال و حرام سرش میشه. بکش تخت و بکش. صدای چی بود؟ از خودتون بپرسین. اینجوری خیال هر دمون راحت تره. اگه از اند ناخونک در همونی اینایا آجا دفاج بله بفرمی خانم. بفرمی خانم بزرگ. ایبا دارین چی کار میکنین؟ سر و صداتون تا 7 خونه اون برتر میره. چیزه از خانم بپرس، میگه موش اومده تو این خونه. چی؟ موش؟ چی؟ موش آقه بله خانم بزرگ، من با چشوی خودم دیدم. رفع الحمدلله خوشم میخوابم. خدا مرگم بده، وای 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 خدا مرگم بده. هیچی مادر، تو اتاقشون موش پیدا شده. آره نتر علاجش تله موشه. بیا مادر. میگم تو بیا رو تخت بخواب، من میرم. فرقش چیه؟ آخه رو تخت خواب راحت تر میتونی بخواب. بی خیالش، ما رو تخت سنگم راحت میخوابیم. شبت خوش. مهری چی کار میکنی؟ پشتی میگیری؟ نه خانم، ورزش یوگا میکنی. یوگا یوگا. بیا تله موش واسهتون. دستتون درد نکنه. یوگا میکنه. ایبا این جا رو واسه کی انداختی؟ واسه محله. آخه بعضی شبا خواب میبینه میترسه میاد پیش ما. آره نمیدونم چی کار کنم که این عادت از سرش بیفته. شما دل واپس نباشید، تا حد بگیری بخوابی من خودم میبینم با اون چی کار کنم. شب بخیر. شب بخیر. وقتی واسه خودم تراشیدم دیگه چی شده خانم بزرگ؟ تفلک واسه بچهشون دلواپسن. مگه ممل چشه؟ هیچ، گویا شبا خواب میبینه. علیسون و ولیسون دعای خواب و برسون. علیسون و ولیسون دعای خواب و برسون. ممل جون. بله خانم بزرگ. هنوز نخوابیدی؟ نه آخه همجام خیلی گرمه، هم دوشکم زیادی نرمه. میخوای بیای پیش من بخوابی؟ واسه چی؟ آخه شنیدم شبا از خواب میپری، میترسی میری پیش مامان تینا. اینجا یه آدم دروغ بود. دروغم چیه پدر صلواتی؟ شما رو نمیگم که، اون که گفته دروغ گفته. من از هیچی نمیترسم. پس چرا روزم اینجا انداخته بودن گفتن واسه ممله؟ واسه ممل نبوده، واسه خودشون بوده که پیش همدیگه نخوابن. آخه چرا؟ مگه خودتون نگفتین که پسرم حلال و حروم سرش میشه؟ یعنی میخوای بگی اونا زن و شوهر نیستن؟ چرا؟ حسن تو به کار بزرگترا کاری نداشته باش پسرمو. اگه دروغ گفته باشن وای به حالشون. میگم خانم بزرگ، خانم بزرگ چیه؟ نکنه باز بابا و مامانم با هم دیگه قهر کرده باشن. وا مگه سابقه دارن ممل جون؟ پس چی؟ خیلی هم بچ سابقه هن. جاد ناراحته. نه خیرس پر چرا خوابت نمیبره؟ آگه حرف نزنی میبره. انایا جاد تو بغل کن، بغل کن. بازم داریم ورزش یوگا میکنیم. نه هاش خانم، داریم بالانس میزنیم. عوض این کارا بودنش با هم آشتی کنیم. چی؟ ما که با هم دیگه قهر نیستیم. خوابه خوابه سر من کلا نمیره. یالا هم دیگه رو مارچ کنیم. مارچ کنیم؟ پس چی؟
دیگه چی کار کنیم مادر؟ دیگه بعد از مارچ خود داری. من فقط میخوام ببینم که صورت هم دیگه رو مارچ کردیم تا خیالم راحت بشه قهر نیستی. ابا چه معنی داره که زن شوهر قهر باشه؟ مادر بابات خوب، ننت خوب، همه بعد تو و زنت خوب. تو خونه من کسی نباس با کسی قهر باشه، فهمیدین؟ حالا کی گفته که ما قهریم؟ تو آخه تو هم یه حرفی بزن از خدا خواسته. وا من غلط میکنم رو حرف خانم بزرگ حرفی بزنم؟ شنفتی ده خجالت بکش برو ماچش کن. خیلی خوب شما بفرما بیرون، ما خودمون ماچش میکنیم. بفرمایید. بهانه در نیار عنایت، توپم نمیتونه منو از اینجا بیرون کنه. اگه میخوای زودتر از شر من خلاص بشی یالا ماچش کن. تمام از دست تو مادر. خدمتت میرسم. ایفو بی من چی؟ بیا اینا ماچ. خوب شد؟ یخ کنی الهی. الو سلام علیک عزیز دلم. سلام گل گلاب عرق بیدنه. بالاخره تکلیف ما چی شد؟ گوشی دستت باشه. گفتم ردش کن بره دهادی. والا نمیشه، تو بمیری نمیشه، بلا نمیشه. باز میگه نمیشه، آخه چرا نمیشه؟ بلا چرس کنم خجالت میکشم. یه عرض کنم این نشونت بدم که خودت هست کنی. شما شاهد بودین که ما خودمون میریم میگردیم هر جور شده پیداش میکنیم، اما اگه بعدن زدیم بلایی سر این شاگرد شما آوردیم اون وقت جای جلو و جوزاری نباشه. با این خط اینم نشون نشاندار که هستی ملاشدی. بیرون باش تا بعدا خدمتت برسن. اتاد اتاد چشم. الو کاری داشتی تلفن زدی؟ دیرم واسه تنگ شده بود. ای والا ما که تازه یه ساعت از خونه زدیم بیرون. ولی به نظر من یه سالی که رفتی، باور کن عزیز دلم. حالا چرا اینقدر عزیز دلم عزیز دلم میکنی؟ چیزه میدونی آخه میمنت تو اتاقه. پا ما بی خودی خیال میکردیم که راستاسی عزیز دلت شدیم. عزت زیاد. الو الو چی میخوای قولی؟ بچه‌مو. نه نه بابا جون، تو رو خود نظر منو ببره. تو رو خود افترود بیاد نیم وجبی. حالا دیگه منو به غریبا میفروشی؟ خیلی خوب وایس سر جات. میدونم چه برای سر بیاد. پونزد تو هم بهت میدم که کاری نداشته باشی تا بعد. کمه؟ کمه. پس را بیا بریم کلونتری. کلونتری واسه چی؟ گوش کن، من میخوام سرپرستی این بچه رو از تو بگیرم، به هر قیمتی هم که شده باشه میگیرم. حالا یا به زبون خوش رضایت بده ماه به ماه بیا 150 تومن ادره نمایشگاه بگی برو، یا محکومت میکنم و هیچی هم بهت نمیدم. مثلا چجوری محکومم میکنی؟ این بچه دیگه وقت مدرسه شه، اما تو فرستادیش بلیط فروشی، هرچی هم کار کرده ازش گرفتی عرق خوردی. میدونی اگه بفهمن چه بلایی سرت میاره؟ پس اون 500 تومنی که میخواستی بدی بده تا برم روش فکر کنم. باش خوب فکراتو بکن، یه روز صبحم یه دم نمشگاه تا بریم اداره سرپرستی. بیا. باش بیبریم. بابا بابا جون بابا چیه؟ راست گفتی که میخوای من از اون بگیری؟ تو خودت چی دوست داری؟ اگه اینقدر که من تو رو دوست دارم نصفش من رو دوست داشته باشی دیگه نمیذاری گرفتار اون بشم. حالا اگه بیشتر دوست داشته باشم چی؟ باید برم الهی بابا. خدا نکنه.
بعد اینکه مادرم منو به دنیا آورد سر زرف، پدرم هم پناه برد به تریاک و تمام دار و ندارش رو از دست داد. خب دست تنام که نمیتونست منو بزرگ کنه. این شد که بعد چند وقت زن گرفت، همین زن بود که بلای جونم شد. آخ آخ آخ، چه پیسی ها که سرم نیاورد، چه اسم بدنومی ها که روم نذاش. دست آخرم مجبورم کرد که زن یه جوون رشعی از فامیلای خودش بشم. خب شدم. آخ، اما اونم 10 سال پیش مرد و تنام گذاش. خب تو این 10 سال چی کار میکردی؟ تا پیش از اینکه هادی و فریدی بیان سر وقتم، واسه امرار ماش توی کارخونه کار میکردم. خب پس دیگه چیز نگفتنی باقی نمونه. غم و غصه تموم میشه مری، اگه خدا بخواد کار میکنم که داغ مادر و ستم زن بابا و عذاب شوهر رحشه‌ای از خاطرت پاک بشه. آخ کنیزتم عنایت. ای بزرگوار کمکم کن، کمکم کن تا این خوشبختی که هنوز به دستم نیومده از دستم نره. تو خودت میدونی که من چقدر عنایت رو دوستش دارم. نمیخواستم بهش دروغ بگم، نمیخواستم سرش کلا بزنم، فقط ترس برم داشت، ترس از اینکه اگه حقیقت رو بهش بگم اونو از دست بدم. کمکم کن که این دروغ پاپیچ خوشبختیم نشه. سلام علیکم. سلام، شما؟ من صاحبکار ترانه هستم، شنیدم میاد اینجا سرمونیاره. بله، چی کارش داری؟ ایچون، خم ببرمش سر کار. اون دیگه کار نمی کنه. نه بابا، واسه چی؟ ولش کن اکبری کارش نداشته باش. ببخشین خانم، واسه چی؟ شوهر پیدا کرده، میخواد عروسی کنه. شوهر پیدا کرده؟ خب، چه اشکالی داره، خدا کنه خوشبخت بشه. حالا ببینم دوماد چیه؟ عنایت الله خان. بفرما آقا رسول، بفرما، منزل خودته، قبول باشه ایشالله. بفرما رفیق قدیم و شفیع، بفرما خوشا به سعادت. ببین هادی، هادی جانم، برم کجا؟ بپر دفتر، در صندوق و واکن یه 2-3 هزار در شرکت اشتار رو چشم. ببین هادی، ببینم اینجا بهت خوش گذشت؟ نه. نه؟ چرا؟ حالا وقتش نیست، به موقعش واسه تو میگم بابا. باش بفرما آقا رسول، ایشالا بهت خوش گذشته باشه، خدا کنه این سعادت نصیب ما بشه و بریم زیارت خونه خدا. خب اینم آقا دیگه باز بهش بگیم. خیلی ببخشینا، در باز بود، ما همینجوری سر زده اومدیم تو. بایزه شما کاری داشتی؟ والا کار که چه عرض کنم، کلاقه واسه ما خبر آورده که شما ترانه ما رو نشوندی. نوکشو بیچین باچه. بالاخره تکلیف ما چی میشه؟ ما رو را میندازی یا نه؟ من اصلا ترانه نامی نمیشناسم. ما حال این حرفا نیستیم، اگه نمیدی مهمون داریم عوضی گرفتی. آقا جون بزن به چار. نه جونم، اینجوری از اینجا نمیرم، یا ترانه رو بفرست بیا. چه لازم باشه جنازت هم بنزم بیرون میندازم، ولی دلم میخواد حرف حساب. بی حرف حساب. بس دیگه بابا، بس دیگه، صلوات بفرستی. اصلا موضوع چیه؟ خودشون هم نمیدونن دنبال کی میگردن. آقا جون من اینجا اومدم دنبال ترانه. رقاصه‌ای که میگفتی اینه؟ آره خودشه. حیف از تو عنایت الله خان، به خیالتون چیه که تو 7 سوراخ قایمش کردی؟ یه رقاصه‌ای 1000 جایی که دیگه جایی از تن و بدنش نمونده که خلایق ندیده باشن. حالا اگه عشقاتو کردی بفرستش بیا زودتر بریم. همه دونه تو ببند با مجموع، همینی که گفتم برم ببند. شو
حاکمو کردن؟ بفرمو تو آقا رسول، چیزی نیست، از رود خجالت میکشم، باز ببخشین. من حاضرم. کجا؟ باز بریم. واسه چی کجا؟ ما دیگه جامون اینجا نیست. آخه واسه چی؟ واسه اینکه جای معشوقای هزار جایید اینجاست. من شرمنده تو هستم آقا رسول. داخل مرد، چرا من دخترم رو دست تو سپردم؟ واسه اینکه مبادا تو شهر هر کرکی فیرون سر کارش با آدمای ناباب بیافته. ولی عارفی تو که بدترش کردی. دختر چشم و گوش بسته من باید با اون جور زنا زیر یه سقف زندگی کنه؟ توف بیا بریم دختر، بیا. سالی که از خدا عمر گرفتم همه جور زنی دیدم، خوب بد، پاک ناپاک، نجیب نانجیب، اما حتی کثیف‌تر و بی‌عاطفه‌تر و دورو و دورنگ‌تر ندیدم. ذاتت خرابه، فطرت نداری. اگه داشتی بعد از اون همه صفا و گرنگی که من خوشباور نثارت کردم دروغ و دول تحویلم نمیدادی. تو رو خدا بذار همه چی رو برات بگم. راسته دیگه، جلو پلاستت جمع کن، بزن به چاک، بازی تموم شد. برو بابا ول معطلی. منو سننا، مگه قرار روز اولمو یادت رفته؟ نه یادم نرفته، اما حالا دیگه من اون آدمی که روز اول بودم نیستم. اون روز هیچ غم و غصه ای نداشتم، اما حالا دیگه واسه خودم خونه و خونواده دارم. مزه شوهر داری و بچه داری زیر دندونم رفته. دیگه نمیتونم اونجور که همیشه زندگی میکردم زندگی کنم. اون وقت تازه تو میگی تو این زندگی جام نیست؟ نه جات نیست، واسه اینکه لیاقتشو نداری. اگه داشتی عوض اینکه با صفا و یه رنگ نیگرش داری، با دروغ و دول به همش نمیزدی. یه دفعه گفتم، بازم میگم، جلو پلاست جمع کن، برو قالب کن، برو. چمون چی میشه؟ خودم نگرش میدارم. مادر چی؟ پیر زن بیچاره اگه بشنبه پس میافته. خودم کم کم حالیش میکنم. لازم نیست تو ناراحت اون باشی. حالام تا نایمده از اینجا برو.
مردم آزاد چی میتونه باشه؟ آمدم کار ما رو نمیذارن انجام بدیم. کیه؟ السلام علیکم، عنایت الله خان. بفرمو چیزی شده؟ مهری اینجاست؟ نه، عنایت الله خان. میگم چیزه؟ تو خونه شو بلدی؟ نه، فریده باز بلد باشه. این رقم که بایستا برم یک کار نصفه کنه دارم انجام بدم. بایدی کار داریم؟ مهری خانم هستم؟ من چه مهی باشه تو اتاقشه تایی راه رو طبقه بالا. بفهمین با اجازه. علیکم السلام بچه. کی بود؟ با مهری خانم کار دارن آقا جو. مهری خوبه پلکان دارن. مهری لطفا شما یه دقیقه اینجا واسین تا من برگردم. شما بفرمایید. پس چرا اون روز که من آورد خواستگاری دعا به جونش کردی؟ آخه اون روز بچه بودم، هنوز 18 سالم تموم نشده بود. بچه چه میدونستم که زن یادم پیری مثل تو شدن یعنی چی؟ تو که سن و سال بابای منو داشتی چرا حاضر شدی با من که جای دخترت بودم عروسی کنی حضرت والا؟ نه میمند جای دختر من اون بچه هست. اگرم چیزی میگه ارو بچگی میگه، تو یه حال هوای دیگه هست. من و تو که سن و سالی ازمون گذشته چرا باید عقلمونو بدیم دست هست؟ به خداوندی خدا اگه عقلم قد حالا میرسید همون روزی که اومدی خواستگاریم توف مینداختم تو صورت تو از خونه بیرونت میکردم. اینا بهانه است، عذر بدتر از گناهه. بچه بودی، کور که نبودی، دیدی که سن و سالم زیاده، چرا قبول کرد؟ من غلط کردم، به کور بابام خندیدم. مگه خودت برنگشتی گفتی جوانای امروزی جیگونوان به درد من نمیخورن، من شوهر جا افتاده دوست دارم. چرا گفتم؟ ولی چند بار بگم، بچه بودم، عقلم نمیرسید، اشتباه کردم. حالا دیگه کار از کار گذشته، فروشنده فروخته، خریدارم خریده. نه، هنوزم دیر نشده. چرا باید تا آخر عمر با آتیش اشتباهی که چند سال پیش کردم بسوزم؟ طلاقم بده. ببخشید، شما بابنده بودی؟ من چی گفتم؟ شما گفتین طلاقم بده. من منظورم این بود که با این وضعی که شما دارین بهتره طلاق بگیریم. بله، مهرم حلال، جونم آزاد. باشه، فردا که رسیدین به شهر عرض حال میدم به دادگاه. نامردا میزنن زیر قولشون. باشه، قبوله، شما شاهد بشید. حقش بود میذاشتی بمیرم. واسه چی مهری؟ زندگی وقتی خوبه که آدم کنار عزیزونش باشه، و الا وقتی قرار باشه که تو اون بر کوه باشی و من این بر کوه، اگه 100 بارم از مرگ نجاتم بدن بازم خودمو میکشم. حالا نمیشه عوض خودکشی قول بدی که دیگه هیچ وقت به ما دروغ نگیم؟ منتظرم که قول بدی تا از اون ور کو بپرم این ور کو. ببخشین داما، میتونی بریم وقت دیگه بیان، اما اینا از راه دور آمدن. بفرمایید تو خانیسی. سلام عمو جون. ببخش مهری جون. سلام به رو ماهه.
ماشاءالله. سلام علیکم. نوکر تماق رسول. ما خیلی چشم. آقایی جسارت ما رو میبخشی. برون زحمات. میبینی. آخه یه وقت بایدارده. خدا تو هم خدا بد نده زنم پشه لغت هم زده مسموم شدم برای دور انشالله قربونه تو شما از کجا فهمیدین که ما اینجاییم رفتیم خونه خانم بزرگ گفت مادر خانم فوت کرد آها ما فهمیدیم که شما واسه عروسیم شدیم هاش خانم که نفهمید نه بابا همون بهتر که تو بیخبری بمونه تا عقد و عروسی تموم بشه بیا بیا پیش من بیا بیا بکنیم خود